سلام، چطوری بچه‌ها؟ شب و روزتون خوش. برگشتیم با پارت 2 ایستادن توی گارد. الان توی این پارت میخوام بهتون بگم ضربات چجوری پرتاب میشه، چجوری برمیگرده، چجوری زده میشه. 4 تا بوکس داریم اصولی. بعد از اون بوکس‌ها حالت میگیره و به بوکس‌های دیگه تبدیل میشه. با من باشید. بچه‌ها توی ویدیو قبلی براتون توضیح دادم که چجوری توی گارد وایسی 12 قانون رو اجرا کنید، رعایت کنید. ویدیوش هم آخر این ویدیو لینکش رو میذارم ببینید. حالا ما 12 قانون انجام دادیم، ایستادیم سر گارد. بهتون گفتم پا حتما شکسته باشه. توی ویدیو بعدی قرار براتون توضیح بدم که چیکار کنید. بچه‌ها سر گارد ایستادم. حالا میخوام اول ضربه جب و کراس بزنم. جب میشه چپ، کراس میشه راست. ببینید بچه‌ها، ضربه رو میزنم، همزمان کتف مخالفو میکشم عقب و اینجا پاشنه پای که روی زمینه بلند میشه میتابه. حالا من دارم با شما صحبت میکنم، فقط میخوام ببینید، وگرنه در اصل باید این شکل بشه. سر گارد ایستادم، ضربه رو پرتاب کردم، فکو میارم تو که اگه اسکیپ انجام داد و رقیب بوکس زد، هوک زد، هر چی زد به کتفم برخورد کنه و یه راست به فک من نخوره، پاشنه پا رو بلند میکنم، میتابونم پنجه روی زمین. این جب بود، ببینید همون شکل، دست در امتداد گارد. میام برای کراس، باز به همون شکل. بچه سر گارد ایستادم، راست میزنم، برمیگردونم، ایوان وای میسم. ببینید یک دو. بچه تو زدن هر بوکس، اگه راست بود، چپ بود، آپر بود، هوک بود، فرق نمیکنه. هر بوکسی که پرتاب کردید اون دست مخالف کنار فک باشه، اندازه یک مشت میتونید جدا کنید. اینجوری بوکس نزنید. ممکنه رقیبتون خیلی تیز باشه، جا خالی بده و به شما ضربه بزنه و آسیب جدی بهتون وارد کنه. ببینیم چپ کتف مخالف تابوندم، لگن پاشنه پا، کراس. ببینید چپ راست، جب کراس، همینجور هر دسته که پرتاب میشه بلافاصله به همون شکل مثل ربات برمیگرده سر جای خودش. این جب و کراس بود، دو تا بوکس مستقیم. سر گارد ایستادم، دوباره میخوام ضربات هوگ وارد کنم. بچه‌ها بعضیا هوگ دورانی میزنن، بعضیا هوگ کوتاه میزنن، بعضیا هوگ بلند میزنن، چندین مدل داره. فعلا اصولیش اینه. سر گارد ایستادم، دست یک کوچولو میارم پایین، ضربه از کت وارد میشه. این مدل میگن بوکس آمریکایی، کف دست به سمت صورت منه. این مدلم هست، اشتباه نیست. کوتاه بلند، کوتاه بلند، اصلا اشتباه نیست، دوتا درسته، ولی واسه آموزش، واسه ابتدا شما اینو یاد بگیرید. یه نیم دایره باز میکنید، ضربه رو میزنید، ضربه تمامی زورش از کت وارد میشه، ولی اون انرژی اصلی رو از زمین پای من میگیره، انتقال میده به لگن، لگن به کتف، کتف تا مشت و ضربه رو به رقیب وارد میکنم. دست راست همون شکل، دست چپم هم باز همون شکل. ببینید باز میکنم، ضربه رو میزنم. بعضیا این کار میکنن، این اشتباس، چون بلا فاصله رقیب میتونه رو دست نگه داره، همون جای بوکس قشنگ به صورت من یا رقیبم یا هر کسی که هست وارد کنه. ببینید 1 2. بعضیا از همینجا ضربه رو میزنن، اونم درسته، از همین جلو، ولی دیگه مستقیم نزنین شا. بهترین حالت اینه که دورانی ضربه بزنه، چون قدرت زیادی پیدا میکنه. جب کراس رو گفتیم، لفت هوک رایت هوک هم گفتیم، ضربات هوک و چپ و راست مستقیم. الان میرم سراغ آپرکات. آپرکات باز به همون شکل، مقصد ما بازن آپرکات 1 دیافراگم، 2 زیر فک. آپرکات مستقیم، دست میارم پایین، از اینجا مستقیم میزنم. ببینید آوردم ضربه، اینجوری نمیشه زد، اینجوری هم نمیشه زد، میاد پایین از اینجا ضربه میزنه، چون اگه بیارم عقب رقیب بلا فاصله یه ضربه به من میزنه. فایترهای مثل رایان گارسیا خیلی سریع میزنن، کانولا آلوارز، میویدر و بزرگای دیگه تو این سبک، اگه دست آوردم بالا سریع یه ضربه توی صورت میزنه و نابود میکنه. پس همینجا میارم ضربه رو میزنم، این ببینید این شکل، راست همون شکل، چپ هم همون شکل. بعد ها توی ویدیوهای دیگه براتون کلا توضیح میدم چند مدل آپرکات داریم. آپرکات دورانی داریم، آپرکات جهشی داریم که مایک تایسون زیاد استفاده میکنه، آپرکات های تیز داریم، همه رو براتون کلا توضیح میدم. این سه تا شد، جب کراس، جب راست مستقیم، هوک، آپرکات. حالا میریم سراغ ضربه بادی شات. بادی شات چیه؟ ضربه‌ای که به پهلو اصابت میکنه، مخصوصا سمت راست بدن رقیب یا شخصی که دارید باش اسپارینگ میکنید، فایت میکنید، که کبد قرار داره. بچه دو تا دنده شناور هست، زمانی که ضربه محکم وارد بشه این دنده به جیگر، کبد آسیب خیلی بدی میزنه و بلا فاصله مثل بازی چند روز پیش رانگارسیا و دیویس، یه ضربه به کبد خورد و
ران گارسیا که شکست ناپذیر بود شکست خورد، بلا فاصله نشست، ضربه خیلی دردناکیه، ولی زدن این ضربه هم قاعده و قانون خودشو داره، اینجوری نزنید. بعضیا با اسکیپ انجامش میدن، بعضیا بدون اون اسکیپ از همین جلو ضربه رو میزنن چپ و راست. حالا واسه اون ضربه که بخواد نکبت بزنه حتما باید با دست چپ وارد بشه، مگر اینکه از مدار رقیب خارج بشید بری کنارش و از کنار ضربه رو وارد کنی. ولی اون ضربه هم زدنش همینه، رقیب روبروی ایستاده، یه لحظه گارد باز شد، از همینجا ضربه رو میزنن، با این دستم دفاع میکنم. ببینید این شکل بچه ها، این اصولی ها، دارم اصولی میگم، توی این رینگ یه دنیای دیگه است، اونجا بحثش جداست، الان دارم اصولی بهتون میگم، اینا رو بزنید. بچه ها حتما این چهارتا بوکس رو یاد بگیرید، واسه بچه هایی که بلدن که بحثش جداست، واسه بچه هایی که تازه میخوان استارت بزنن اینا اصولیشه. بعد از این تکنیک های جدیدتر جهشی ضربات محکمتر براتون اوکی میکنم و یادتون میرم. آقا مرام خودتون باشید، لایک و سابسکرایب یادتون نره، پیج به دوستاتون معرفی کنید. مرسی از انرژی و حمایتتون، دوستایی که خیلی وقت با من اصلا انرژی میدن، دوباره استارت میزنیم. امید جان، یحیی جان، بچهای دیگه، همراهی گروهی، همراهی استقامتی، حوازی، کاردیو، همه رو براتون اوکی میکنم. تا ویدیوی دیگه برمیگردم. خدا نگهدار.